عادی شده. آقا چی کار کنیم جلوی عادی شدنه بگذره؟ بعد از اون دو سال این اتفاق از خیلی بزرگا شنیدم، از خیلی از استادام شنیدم. تو اون خونه 3000 متریه میبینی زانوی غم بغل میکنی، بعدش چی؟ به خونه که رسیدم بعدش چی؟ آدما وقتی پول دار میشن اینا رو میخرن دیگه، یکی یکی. آدما وقتی موفقیت رو به دست میارن یکی یکی اینا رو به دست میارن. من میگم به اینا فکر نکن، چون اینا خیلی راحت تر از تصورت به دست اومده، خیلی خیلی راحت تر از تصورت به دست اومده. ببین اصلا این خونه ها رو بذار کنار، فرض کن یه پنت هاوس تو سان فرانسیسکو بهت بدن، اونم بعد یه مدت عادی میشه. همون حسی که تو اون نیاورونه، همون حسی که تو اون خونه خفنه تو بهترین جای شهر تو بهت دست میده، تو پنت هاوس امریکا بهت دست میده. اون چه حسیه؟ اون چه حسیه؟ 3000 متر خونه داری تو آمریکا نشستی، تو این صندلی های گرون قیمت ماساژور. ببین اینو مطمئن باش، هر اتفاقی قانون موفقیت نه. میگن بعد 40 روز عادی میشه، اینم بعد 40 روز عادی شده. مبل جدید مامانت میخره بعد یه مدت عادی میشه، لباس نو میخری بعد 2-3 روز عادی میشه، اینم عادی میشه. آقا چی کار کنیم جلوشو بگیریم؟ اینو من یه مجموعه کلیپی درست کردم و قراره که از یکی از شبکه های تلویزیونی پخش بشه. خیلی چیز عجیب و غریبیه با آدم هایی که این چیزها رو به دست آوردن. ببین جان تو، روح تو، روان تو، فکر تو با پنتهاوس و بنز S500 و بی ام وی اتاق 7 و اتاق 8 و اتاق 9 و اتاق 10 و 11 و اینا آروم نمیشه. تو تو قضیت فرق داره با آدم های دیگه، چون قانون مشاوره در دنیا از دیدگاه تونی رابینز و آقای یونگ میگه کسی که میشنه کلاس مشاوره در هر حوزه میبینه در بالاترین سطح کمال طلبی و بالاترین جایگاه رویا پردازیه و جزو 4% برتر آدم های روی کره زمینه. تو خودتو جز به 4% برتر آدم های همین حال حاضر کره زمین. ایلان ماسک یه روزی بوده عین تو، هیچ فرق با تو نداشت. بیل گیتس یه روزی بوده یکی عین تو. نگاه کن اینجا رو، با هیچی آروم نمیگه. روح شماها، نه با بقیه مردم عادی کار ندارم، با شما خواص کار دارم. این قانونش میگه تو الان بنز S500 به تو بدم بعد یه ماه واسط عادی میشه، بی ام وی سری 7 بهت بدم بعد یه ماه واسط عادی میشه. آقا چیه داستان؟ خدا تو دی ان ای تو ننوشته تو اون 4% که به S500 رسید دیگه آروم بگیره. این آدم آروم نمیگیره، این آدم آروم نمیگیره. مالکه S500 که هیچی، مالک بزرگترین کارخونه خودروسازی حال حاضر امریکا تسلا آروم نگرفته. یه دونه تسلا نداره، کل تسلا مال اون. اون آروم نگرفته، میگه آقا اینا اینجوری هن. میگه این مدلی هن. آروم نمیگیرن. پس اینا باید با چی آروم بگیرن؟ اینا چه مدلی درست میشن؟ من نمیگم به اونا نرسی، یا ایشالا که برسی، به تک تکش برسی. من میگم آرام جان تو کجاست؟ آرام جان کجا آروم میگیری؟ اینا آروم گرفتن نداره، انسان هی با بالاترش رو به دست میاره. کجا آروم میگیری؟ به چی برسی آروم میگیری؟ اون تهش رو بگو. جایگاهی که تو آروم، جایگاهی که نفست آروم شه، نفس ویرانگر تو، نفسی که میخواد بره همه چی رو به دست بیاره آروم شه. کجا آروم میشه؟ جوری که تو هیچ پنجره شکسته توی زندگیت نداشته باشی. نفس تو اونجوری آروم میشه. نفس تو ممکنه با این آروم بشه. یه دندون پزشک واسه من تعریف میکرد، میگه من 18 تا بچه یتیم و تو یتیم خونه خودم
با درآمد مطب خودم، یکی از مطبام دارم ساپورت میکنم، 18، روح من آروم شد، روح من آروم شد. یه رستوران خیلی مطرحی در تهران، اینا خیلی سخت من تونستم کشفش بکنم. یه بار اتفاقی تو پرواز